سنت و فرهنگ شراب در ایران به چند هزار سال قبل برمیگرده. افسانه کشف شراب خود داستانی زیباست. یکی از معشوقه های جمشید پادشاه اساطیری ایران از چشم او افتاد. زن که از درد و اندوه بیچاره شده بود، سعی کرد خودش رو با نوشیدن از کوزه پر از انگورهای تخمیر شده بکشد. بعد از مست شدن از آنچه نوشیده بود به خوابی عمیق رفت. روز بعد بانوی جوان و زیبا بیدار شد و خودش را نه تنها دل مرده بلکه دل شاد یافت. مایه حیاتی را که کشف کرده بود نزد جمشید شاه برد و او چنان از این معجون تازه خوشش اومد که زن را بار دیگه در دربار پذیرفت و مورد تفقد قرار داد و رسم باده‌نوشی در دربار پادشاهان آغاز شد. در نگاه اول اینجا شبیه صحنه ای از دوران طلایی هالیووده، ولی نزدیکتر که میشم منو به یاد وطن میندازه. تاریخ شرابسازی در ایران شاید در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شده و در لابلای صفحات تاریخ گم شده، اما طعم ناب می، شور و شوق ساختنش هنوز در خیلی ها زنده است. سودای زنده نگه داشتن رسم و رسوم شراب ایرانی بعضی از ایرانی ها رو دهه ها بعد و هزاران کیلومتر اونورتر از ایران به این سوی دنیا کشونده. داریش خالدی صاحب این شراب سازی است و خودش اهل شیرازه. من خودم خاطرات خیلی خیلی خوبی از شهر شیراز دارم. اگه شیراز رفته باشی میدونی چی میگم. شهر قشنگیه با هوای عالی، به خصوص فصل بهار. اهالی شیراز آدم های شادی هن. مخصوصا از شرابشون خیلی لذت میبرن، به خصوص شراب خلار. باید بگم که تاکستان انگورای شیراز که در سمت شمال اینجاست، همون طرفی که تو الان نشستی، رو اسمشو گذاشتیم خلار، به یاد خلار شیراز. خلار زمانی در ایران منطقه شرابگیری پر رونقی به فاصله 65 کیلومتری از شهر شیراز بوده، جایی در انتهای ناحیه کوهستانی که کوزه حاجی فیروز در اونجا کشف شد. این شراب به کشورهای شرقی و غربی صادر می شد. لذت‌های متعدد شراب شیراز در اشعار خیال‌انگیز حافظ بازگو شده. در گذشته‌های دور شراب کهنه شیراز رو شاعران ستایش کردند و شاهان نوشیدند و به کشورهای دیگه هم صادر کردند. هنوز هم اسم شیراز در تاکستان‌ها و شراب‌های دنیای امروز به حیاتش ادامه میده.